تولد دیگر قسمت اول. دختر اول خانواده بودم. در یکی از دهات شهر اهواز زندگی می کردیم. مادرم پشت سر هم بچه به دنیا می آورد، چون آن وقتها بچه دار شدن قابل کنترل نبود و به قول خودشان دست خدا بود. من به گناه فرزند اول و آن هم دختر بودن می بایست در کار خانه و بزرگ کردن بچه و شستشوی آنها به مادر کمک می کردم، تا به جایی رسید که کار از کمک گذشت. اصلا می بایست کل کار بچه ها را به عهده می گرفتم، چون مادر همیشه یا باردار بود یا بچه شیر می داد. خسته هم بود، توانش را تا حدودی از دست داده بود. همین که بچه ها کمی بزرگ می شدند و می توانستند به راحتی راه بروند، در کوچه را برایشان باز می کردم و آنها را به کوچه می فرستادم تا بازی کنند. آخر بقیه همسایه ها هم همین مشکل را داشتند و معمولاً بچه ها در کوچه بزرگ می شدند. با اینکه پدر و مادرم را خیلی دوست داشتم، اما از نحوه زندگیم خسته شده بودم. خدا پدرشان را بیامرزد، ضمن بچه داری مرا به مدرسه هم فرستادند. بعضی وقتها که از مدرسه برمی گشتم، حتما دو سه تا از بچه ها در کوچه بازی می کردند و مرا که می دیدند با خوشحالی به طرفم می دویدند. من هم آنها را دوست داشتم. درسم خوب نبود، یعنی همان را که در مدرسه می شنیدم همان بود و دیگر در خانه وقت درس خواندن نداشتم. بچه بعد از من هم دختر بود و او 12 ساله شده بود. با هم به مدرسه می رفتیم، اما او همیشه نمره هایش خوب بود، چون خیلی بد اخلاق بود. بچه ها طرفش نمی رفتند. از مادرم هم حرف شنوی نداشت و به او کمک نمی کرد. بقیه بچه ها یعنی 5 تای دیگر پسر بودند و بسیار شیطان. اگر آنها به استثناء 2 تا کوچکترها به کوچه نمی رفتند برای بازی کردن، ما دیوانه می شدیم. موقع نهار صدایشان می کردیم و هوا هم که تاریک می شد، با دست و پای کثیف و از سر تا پا خاکی به خانه می آمدند و می خوابیدند. تابستانها در حیاط خانه و زمستانها در اتاق می خوابیدیم. ولی به محض روشن شدن هوا از شدت گرما بچه ها بیدار می شدند و اگر شده 1 تکه نان فقط بخورند، می خوردند و می دویدند توی کوچه. تفلک ها همه سر و صورتشان سوخته بود و بعضی وقتها از شدت گرما مریض می شدند. آن وقت بود که دردسر ما شروع می شد و باید آنها را در خانه زیر کولر نگه می داشتیم. با مادر دوا درمانشان می کرد. زندگی سختی داشتیم. یک روز که از مدرسه به خانه می آمدم، پسر همسایه که همیشه جلوی در خانهشان مثل نگهبان ایستاده بود و یک زنجیر دور انگشتانش می چرخاند، یک گل مریم به من داد و در گوشم گفت: نگاه کن، این گل بوی تو را می دهد. گل را از او گرفتم و بو کردم. به به، چه بوی خوبی! یعنی من چنین بویی می دهم؟ خیلی از حرفش خوشم آمد و فردایش که به مدرسه رفتم به دوستانم گفتم. یکی از آنها گفت: نه، تو بوی عطر نمی دهی، او خواسته بهت بگه که دوستت داره، شاید هم عاشقت شده. از حرف دوستم خجالت کشیدم و توی فکر رفتم. یعنی پسر همسایه مرا دوست دارد؟ نه، او به من گل مریم داد به خاطر اینکه خب اسم من مریم است. منظوری نداشت و وقت آمدن به خانه به خودم گفتم امروز هم به من گل مریم میدهد. اما وقتی از جلویش رد شدم به هم لبخند زد و این رفتار او ادامه پیدا کرد. او هم چندین خواهر و برادر قد و نیم قد داشت که دائم توی کوچه بلو بودند و او هم کاری به کارشون نداشت.
بعضی وقتها پسرهای همسن و سال خودش جلوی خانهشان دور هم جمع می شدند، می گفتند و می خندیدند. من هم عادت کرده بودم که وقتی از جلویش رد می شوم به هم لبخند بزند و تصمیم گرفتم که جواب لبخندش را با لبخند بدهم و این کار را کردم. کم کم لبخندها ادامه پیدا کرد و یک روز که بچه ها سرگرم بازی بودند تا مرا دید گفت: مریم، خیلی دوستت دارم، میخواهم مادرم رو بفرستم خواستگاریت، زن من میشوی؟ بی اختیار از جلویش فرار کردم و به خانه رفتم. بیچاره حرفی نزد. نمیدانم چرا ترسیدم. حالا که فکر میکنم به این نتیجه میرسم که ترس من به خاطر سن کمم بود و فکر میکردم اتفاقی میافتد. این حرفهای زیر لبی و لبخندها ادامه پیدا کرد تا یک روز عصر مادر جلیل به خانه ما آمد و مادرم به من گفت که برای او چای بیاورم. این یک رسم بود. مادر جلیل مرا از نوزادی دیده بود و میشناخت. خلاصه این که مادر با پدر صحبت کرد و هر دو با من حرف زدند که میخواهی زن جلیل بشوی؟ من هم که از ازدواج فقط پیراهن سفید بلند پوشیدن و آرایش کردن را دیده بودم و میشناختم گفتم بله و عروسی سر گرفت. کارهای اولیه انجام شد و دیگر به من اجازه مدرسه رفتن ندادند و تا به خودم آمدم پیراهن بلند و سفید عروسی به تنم رفت و صورتم پر از آرایش شد. فامیل جمع شدند، خوان زدند و خواندند و رقصیدند و من بی خبر از همه جا را به خانه همسایه بردند. کمی هم آتشغال به اسم جهیزیه پیشاپیش فرستادند و مادر جلیل یک اتاق کوچولو را در خانهش به من و جلیل اختصاص داد و آتشغالای مرا آنجا چیدند و من تبدیل شدم به یک زن شوهردار. حالا دیگر از بچه های قد و نیم قد مادر جلیل هم مراقبت می کردم و به خانه مادرم می رفتم، به او هم کمک می کردم. جلیل هم سر کار رفت و شد مرد خانه. صبح می رفت و شب با یک پاکت خوراکی به خانه می آمد که هرچه بود من می شستم و در بشقاب می گذاشتم و می بردیم با پدر و مادر و خواهر برادرهای جلیل می خوردیم. حالا اگر مثلا 6 دانه سیب یا پرتقال خریده بود، یکی به من و جلیل می رسید و بقیه به آنها، و بعضی وقتها هم کم می آمد و جلیل سهم خودش را می بخشید. جلیل هم برای من بزرگتری می کرد. یک روز می گفت بی اجازه از خانه بیرون نرو. یک روز می گفت لباس کوتاه نپوش. یک روز دیگر می گفت لباس آستین کوتاه نپوش. باز می گفت جلوی برادرم چادر سرت کن. زندگی را به من سخت کرده بود و اگر به حرفش توجه نمی کردم مرا کتک می زد. زندگی برایم سیاه شده بود و دائما آرزوی مرگ می کردم. یک روز که جانم به لبم رسیده بود، وقتی جلیل سر کار رفت، من هم بی سر و صدا چادر به سرم کردم و رفتم کنار رودخانه. رودخانه ای از روستای ما می گذشت و به رود کارون می ریخت. تمام بدنم از کتکی که روز قبل خورده بودم سیاه شده بود و درد می کرد و بدتر از همه از این که تا این حد حقیر و بدبخت شده بودم که جلیل مرا بزند رنج می بردم. به سمت رودخانه رفتم و در حالی که با صدای بلند گریه می کردم وارد آب شدم. می دانستم که رودخانه وسطش گود است و آب زیادی دارد. آب مرا خواهد برد. شنا هم بلد نبودم، اما قصدم این بود که از شر جلیل راحت شوم. چند قدمی که در آب پیش رفتم ترس برم داشت. خواستم برگردم اما به یاد حقارت‌هایی که دیده بودم افتادم. قدم بعدی را برداشتم که آب چادرم را از سرم گرفت و تا آمدم چادرم را از آب بگیرم با یک موج آب غلتی زدم و دیگر چیزی نفهمیدم. نمیدانم چه مدت گذشت.
چشم باز کردم، یک خانوم و آقا کنارم بودند و لباسهایم را بیرون آورده در آفتاب پهن کرده بودند و رویم را یک ملافه کشیده بودند. از نحوه حرف زدنشون فهمیدم خارجی هستند و متوجه شدم فارسی را نمی فهمند. ولی فهمیدم که آنها مرا از آب گرفته اند. یک لحظه با خودم گفتم باید هیچ نام و نشانی از خودم ندهم، هرچند که اینها زبان مرا نمی فهمند، اما بالاخره کسی هم زبان من پیدا می شود. آن خانم و آقا که فکر می کردند من گرسنه هستم، یک نان بسیار نرم از اتومبیلشان بیرون آوردند و رویش را کره مالیدند و کم کم به دهان من گذاشتند. و من که شب قبل شام نخورده بودم و صبح هم بدون خوردن صبحانه از خانه بیرون آمده بودم، آن نان و کره خوشمزه را می بلیدم. کم کم بلند شدم نشستم. لباسهایم خشک شده بود. دادند و اشاره کردند پوشیدم. خانم چند کلمه فارسی بلد بود. با لحجه شیرینی گفت تو کی هستی؟ جواب ندادم. دوباره پرسید آدرس بلد هست؟ باز هم جواب ندادم. گفت مامان پاپا هست؟ با سر اشاره کردم نه. بنده خدا ناراحت شد، فکر کرد پدر مادر ندارم. به ماشین اشاره کرد و گفت با من آمد. سرم را تکان دادم به علامت جواب مثبت و آنها دست مرا گرفتند و سوار ماشینم کردند. آقا که خانم او را آلبرت صدا می زد پشت فرمان نشست و حرکت کرد. از ته دل خوشحال بودم و فهمیده بودم که آنها دارند مرا از آن روستا دور می کنند. در دلم می گفتم چقدر اینها آدم های خوبی هستند، کاش مرا پیش خودشان نگه دارند. راهی بسیار طولانی را در پیش گرفتند و هرچه دورتر می شدند من خوشحالتر می شدم. در اتومبیلشان همه چیز داشتند: آب، نوشیدنی خنک، میوه های خنک و نان و کره و پنیر و کالباس. بعضی جاها می ایستادند، غذا می خوردند، به من هم می دادند که کمی قدم می زدیم، دوباره سوار می شدیم و حرکت می کردیم. خیلی طول کشید و من روی صندلی عقب خوابیدم. وقتی ماشین ایستاد بیدار شدم. متوجه شدم که به یک شهر رسیده ایم، اما کجا نمی دانستم. نه تابلوی دیده بودم، نه کسی که بپرسم کجا هستیم. وارد یک هتل شدیم. پذیرش هتل با آنها به انگلیسی حرف زد و آنها یک اتاق بزرگ گرفتند. به اتاق رفتیم. در آنجا یک تخت خواب دو نفره بزرگ بود و یک تخت یک نفره. به من اشاره کردند که روی تخت یک نفره بخوابم و خودشان دوش گرفتند و روی تخت دو نفره خوابیدند. من تا آن شب روی تخت خواب نخوابیده بودم و می ترسیدم خوابم ببرد و از روی تخت بیفتم و آب رویم پیشانها برود. سرانجام به خواب رفتم و صبح که بیدار شدم دیدم خوشبختانه هنوز روی تخت هستم. آنها هم بیدار شدند و به سالن غذاخوری هتل رفتیم. صبحانه خوبی خوردیم، صبحانه ای که اصلا نمی شناختم. به جز نان و چای و پنیر و کره چیز دیگری نمی شناختم و پنیر و کره را هم زیاد در طول زندگی 14 ساله ام نخورده بودم. بعد از صبحانه دوباره حرکت کردیم و همه جا من ساکت و مانند آدم های لال به دنبال آنها می رفتم. تا اینکه طرف های غروب بود که وارد شهر تهران شدیم. شهرها و روستاهای کوچکی را پشت سر گذاشته بودیم، اما تهران را از تابلوهایی که کیلومتر را رویش نوشته بود و تابلوی به تهران خوش آمدید شناختم. بزرگترین آرزویم زندگی و دیدن تهران بود. از تماشای خیابانها و ساختمانها چشم بر نمی داشتم. خوشحالیم از دیدن تهران و دور شدن از روستا و جلیل بود. می دانستم که دیگر آنها دستشان به من نمی رسد. حالا چه سرنوشتی در انتظارم است
خودم را به خدایی سپردم که از آن آب خروشان رودخانه نجاتم داد. اتومبیل آنها رفت و رفت، وارد خیابان‌های زیادی شد. سرانجام در یک خیابان کمی باریک جلوی ساختمانی ایستاد و زنگ خانه‌ای را به صدا درآورد. خانوم همچنان دست مرا در دست گرفته بود. کسی که در را باز کرد خانم جوانی بود که به زبان آنها صحبت می کرد و ما وارد اتاقی شدیم و نشستیم. سر من به هر طرف می چرخید. از خودم می پرسیدم اینجا کجاست، تا آنکه خانم خیلی جوان که خدمتکار به نظر می رسید با سه فنجان قهوه وارد اتاق شد و قهوه ها را روی میز گذاشت. سپس به فارسی گفت: عزیزم، شما فرانسه صحبت نمی کنید؟ گفتم: نه، من فقط زبان خودم را بلدم. پرسید: چرا در رودخانه افتاده بودی؟ گفتم: میخواستم خودم را بکشم. گفت: دختره به این جوانی و زیبایی چرا میخواستی خودت را بکشی؟ حیف نبود؟ گفتم: از بس اذیتم کردن، کتکم زدن، از بس کار کردم، دیگر از زندگی سیر شدم و اشکهایم سرازیر شد. چشمهای آنان نیز گریان شد. قهوه هایشان را خوردند و من فقط لب لبم زدم و از تلخی آن حالت صورتم تغییر کرد. آنها فهمیدند که من عادت به خوردن قهوه ندارم. سپس برخاستیم و دوباره در اتومبیل نشستیم و حرکت کردیم. این بار پس از حدود نیم ساعت رانندگی به محلات قشنگی رسیدیم. خیابان‌های پردرخت و زیبا و ساختمان‌های بلند و سرانجام جلوی یک در بزرگ ایستاد. در باز شد و وارد یک خانه بزرگ شدیم. اتومبیل کنار ساختمان ایستاد و وارد ساختمان شدیم. عجب ساختمانی، بسیار شیک و بزرگ و پر از وسایل قشنگی که تا آن موقع فقط گاهی در تلویزیون دیده بودم. آنها خیلی به من محبت می کردند. یک اتاق در اختیارم گذاشتند، یک اتاق خواب مجهز به تخت خواب و کمد لباس. خانوم یک لباس خواب از لباسهای خودش به من داد و به من فهماند که فردا برایم لباس می خرند. خوابیدم و صبح که بیدار شدم یک خدمتکار صبحانه را آماده کرده بود. یک ساعتی به صرف صبحانه گذشت. در خانه به صدا درآمد و یک خانم مسن فرانسوی وارد شد و با خانم و آقا سلام علیک گرمی کرد. یکدیگر را بوسیدند و مرا به او معرفی کردند. او صورت مرا هم بوسید و من را به اتاق دیگری راهنمایی کرد که یک میز و دو صندلی در آن بود و بسیار لوکس و قشنگ چیده شده بود. به هر حال با زبان بی زبانی به من حالی کردند که این خانم معلم زبان است و آمده که به من زبان فارسی را بیاموزد. نشستیم و آن خانم معلم که کم و بیش فارسی هم می دانست شروع به تدریس کرد. با لهجه گفت: سلام، بونژور، و چند بار تکرار کرد: حال شما چطوره؟ کمان تلبو. و به این ترتیب دو ساعت با من کار کرد. آنقدر از اخلاق و تدریس او خوشم آمد و راضی بودم که دلم نمیخواست برود و او قول داد به استثنای روزهای شنبه و یک شنبه همه روزه بیاید و ظرف مدت کمی حرف زدن به زبان فرانسه را به من بیاموزد. پایان قسمت اول.